سبد سبد گل مهر تقدیم وجودتون و یه دنیا عشق و صفا نثار قلب مهربونتون. سلام، صبحتون بخیر. روز پنجشنبه، سومین روز از مرداد 98 به استدیو پارسا خوش اومدید. امروز هم قراره سوژه های داغ کار برای کانال های ارتباطی رو با هم مرور کنیم، مخصوصا توییتریاشونو. امروز هم شاهد هستیم که همتای انگلیسی ترامپ سوژه داغ کار برای توییتریه. بله، بوریس جانسون حالا دیگه قراره که دولت جدیدش رو تشکیل بده و همینه که تصاویر اینچنینی توی فضاهای کانالهای توییتری بیشتر از بقیه تصاویر دیده میشه. حضور بوریس جانسون در مقابل ملکه انگلستان که نشون میده که حالا درخواست تشکیل دولت جدید رو رسما به عهده گرفته. اما تو این بین دومینوی استعفاهای دولت مردای انگلیسی توی فضای توییتر خیلی منعکس شده که تا همین حالا 10 تا وزیر برکنار شدن، 4 تا وزیر استعفا دادن و حتی 2 نفر خودشون رو بازنشسته کردن. وزیر خارجه انگلیس هم برکنار شده و سوژه های از این دست در مورد دولتی های انگلیس زیاد هستش. اما جانسون تو اولین سخنرانیش جمله ای رو گفت که امروز بیشتر توییتریا روی این جمله تمرکز کردن و پیگیر این سوژه هستن که جانسون گفته که میخواد از برجام خارج بشه و اما اگرم نداره. اما ایران هم یه پاسخی رو داده که خیلی شنیدنیه، اونم از زبان وزیر امور خارجمون آقای ظریف که پیغام داده بهشون که برای انگلیس خیلی بهتره که تو پیاده سازی پروژه تیم بی و همراه با آمریکایی‌ها حرکت نکنه. We have 1500 miles of coastline in the Persian Gulf. We are responsible for the security and freedom of navigation in the Persian Gulf. That is our lifeline, and it is much, much better for the United Kingdom not to be engaged in implementing the ploys of the B team. The B team is losing ground in the United States, and now they're turning their attention to the United Kingdom. I guess the same policies that failed in the US will fail in the United Kingdom. کاربرای توییتری هوشیارانه هشتگ ترامپ و هشتگ جانسون رو کنار هم قرار دادن و گفتن که اینا سر و ته یک کرباسن. و وزیر دفاع آمریکا هم با همین تصاویری که میبینید توی فضای مجازی خبرساز شده که گفته آماده مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا هستیم، با ایران هستیم. عذرخواهی میکنم، وزیر دفاع آمریکا خیلی مصره که مذاکره با ایران داشته باشن بدون هیچ پیش شرطی، ولی ما هم صحبت میکنیم خیلی قاطع و جدی که حاضر نیستیم به اسم مذاکره کنار میز تسلیم قرار بگیریم. این صحبت های رئیس جمهورمون در هیئت دولته که به همین مناسبت توی فضای مجازی بازنشر شد. هیچ وقت ما فرصت مذاکره رو از دست نخواهیم داد و بنده تا زمانی که مسئولیت اجرای کشور رو به عهده دارم اعلام میکنم همیشه برای یک مذاکرات عادلانه قانونی با احترام کامل به ملت ایران و حقوق ملت ایران و با عزت ما آماده ایم مذاکره کنیم تا مشکلات رو حل بکنیم. اما در این حال حاضر نیستیم که به اسم مذاکره کنار میز تسلیم بنشینیم. کاملا ما میفهمیم مذاکره یعنی چه، تسلیم شدن یعنی چه. تسلیم رو ما غیر جایز میدونیم، ملت ما هم نمیپذیره. هرچند دکتر روحانی گفتش که مذاکره باید عادلانه باشه، قانونی باشه، عزتمند باشه و فرق هست بین مذاکره و تسلیم، اما کاربرای توییتری نظرشون اینه که وقتی منتظری ایران باهات تماس بگیره، تصویر آقای
ترامپ رو توی فیس اپ زدن و گفتن که این شکلی میشه. خواهش میکنم همکارم نشون بده تصویر ترامپ رو که بله این نظر کاربراست در مورد ترامپ و مذاکره و برجام که اینطوری اعلام نظر کردن. یه نظرسنجی رو هم توی فضای توییتری منعکس کردن و گفتن با توجه به شرایط موجود نظرتون درباره مذاکره با آمریکا رو بنویسین که شماره یکش مخالفت با مذاکره بوده به دلیل اینکه به ضرر نظامه، دو اینکه باید زمانی مذاکره کرد که آمریکا به برجام برگشته باشه، سه باید با همین شرایط موجود و هرچه زودتر مذاکره کرد و چهار مخالف مذاکره هستیم چرا که در هر حال به نفع نظامه که مخالفت بکنیم با مذاکره و این گزینه چهارمه که بیشترین آرا رو داشته، یعنی 70% مخالف مذاکره هستن و نظر کاربرای توییتری اینطوری توی فضای توییتر منعکس شده و به کانال‌های ارتباطی دیگه هم سرایت کرده. بعضی هم یادآور شدن صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در مورد مذاکره با آمریکا که مکرر گفته ایم ما مذاکره نمی‌کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما بارها توی بحث‌های مختلف مطرح کردیم که مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره و دوم اینکه برای ما ضرر داره. این صحبت‌های مقام معظم رهبری امروز بیشترین ریتوییت رو توی فضای توییتری داشته. ممنون که تا این لحظه همراه مردم خبری ها بودید. همراهیتون رو با ما ادامه بدید که آنلاین با شما هستیم.